بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید به برنامه شب آفتابی. همین حالا به شماره 20341 پیامک بدید، سوال بپرسید تا اساتید و مشاوران شب آفتابی کمکتون کنن پاسخ سوالات شما رو بدن برای رسیدن به موفقیت. اصلا اینکه همین الان شب آفتابی رو برای تماشا انتخاب کردین یعنی اولین قدم رو برای موفق شدن برداشتین. رسیدن به قله کار ساده و آسونیه، به شرط اینکه مسیر رسیدن به قله رو بلد باشی و توانش رو در خودت ببینی و به وجود بیاری. باید به زندگی بگی آره، باید بگی آره میتونم درستش کنم، من میتونم. مهم نیست چند بار شکست بخورم، مهم نیست چند بار اشتباه میکنم، هیچ مشکلی با شکستم ندارم. آخرین فصل کتاب زندگی من هنوز نوشته نشده، هنوز زود کسی بخواد منو قضاوت کنه، من هنوز خودمو کامل نشون ندادم. من مسیر خودم رو میرم و موفق میشم، مطمئن شک ندارم. خط بکشید روی هرچی ناامیدی و غر زدن شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، بالا و پایین رفتن نرخ ارز، هر اتفاق و اخباری رو که در طول روز میشنوید. خواهش میکنم خط بکشید روش و از خودتون شروع بکنید برای اینکه تو مسیر موفقیت قدم بردارید. زندگی کردن خیلی شگفت انگیزه، به شرط اینکه راه و روش درست زندگی کردن رو یاد بگیریم. بس دیگه از این که همش منتظر موندیم، چشممون به این اداره بود، به اون اداره بود، تا بدونیم که ما باید چی کار بکنیم برای زندگیمون. نه، اینجا تو شب آفتابی رو همه اینها خط میکشیم و قرار از خودمون شروع بکنیم. قرار نیست از کسی توقع داشته باشیم. چی جوری نمیشه، میشه. اینجا شدن رو صرف کردیم و انجام خواهیم داد. چطوری؟ ما بهتون میگیم. شب آفتابی رو تماشا بکنید، هر چیزی که تو ذهنتونه، توی کسب و کارتون، اگر پولی دارین میخواین کاری را بندازین، اگر تعاونی دارین میخواین شغلی انتخاب بکنین، اگر هیچی ندارید تخصص دارید میخواید کاری را بندازین، هر چیزی که هست، حتی اگر یه کسب و کاری دارین خوب کار نمیکنه، چرخ دنده هاش خوب نمیچرخه، اشکال نداره. اینجا تو شب آفتابی با 20341 خیلی ساده است، یه رقم خیلی ساده، میتونید سوالاتتون رو برای ما بفرستید. کارشناسان و اساتیدی تو برنامه ما هستن که پاسخ شما رو به صورت زنده و مستقیم از همین برنامه شب آفتابی اعلام خواهند کرد. برای برنده شدن شجاعت لازمه، غر زدن هیچ کمکی به ما نمی کنه. کلی مهمون داریم و قرار هست که امشب با شب آفتابی نکات طلایی موفق شدن رو با شما تمرین بکنیم. توکل به خدا با همت خودتون و مشاوره مهمون ها و کارشناسان برنامه که الان با یکیشون آشنا خواهید شد.
شبتون بخیر باشه خانم ها آقایان. جناب آقای دکتر مسلم خانی سلام، شب بخیر. سلام عرض میکنم به شما و به دوستان عزیز بیننده‌ای که در این ساعت شب با امید به موفقیت، با امید به توفیق در کسب و کار، با امید به این که انشالله راه مناسبتری رو در پیش بگیرن نشستند و دارن من شما رو نگاه میکنن. انشالله قطعا هر موفقیتی حداقل اون اوائلش سختی هایی داره. این که بخوایم ساعت 12 شب بخوابیم که نمیتونیم توقع داشته باشیم خیلی موفق باشیم، نه. پس اونایی که از خوابشون زدن و دارن برنامه رو تماشا میکنن، آقای دکتر من اول برنامه گفتم که اولین قدم برای موفقیت رو برداشتن، درسته؟ همینطوره. به هر حال برای موفقیت دو سه تا گام رو آقای جمشیدی باید برداریم. گام اولش اینه که یه سری اهداف مشخصی رو برای خودمون تعیین بکنیم و روی این اهداف ایمان داشته باشیم، روی این اهداف بارها و بارها تمرین کنیم، بارها و بارها اونها رو بنویسیم، بارها و بارها تلاش کنیم که این هدفها رو آینه تمام نمای ذهنمون کنیم. دوم اینه که برای رسیدن به این اهداف حتما مهارت بیاموزیم، حتما یک تخصصی، یک دانشی که میتواند ما رو در رسیدن به اون اهداف کمک بکنه رو یاد بگیریم. و سوم دوستان خوبی و همتیمی های خوبی رو برگزینیم که در این مسیر یار و یاور ما باشه. انشالله. من فکر میکنم ما جز معدود برنامه های تلویزیونی هستیم که تعاملمون با مخاطب و بیننده ها خیلی بالاست. چرا؟ به خاطر اینکه هفته گذشته که اولین قسمت برنامه تلویزیونی شب آفتابی بود، ما کلی پیامک دریافت کردیم به 20341 که من میخوام خیلی کوتاه و آماری دستبندی سوالات رو اعلام بکنم. در رده کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها میزان پیامک های دریافتمون 15%ش به این موضوع پرداخته بودن، استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی. 23% به کشاورزی، دامداری و باغداری، یعنی میزان سوالاتی که ما گرفتیم 23%ش مربوط میشد به این سه بخش. بازاریابی مشاغل خدماتی، فروشگاه داشتن، رستوران داشتن، کافی شاپ داشتن یا هر چیزی، 24% سوالات رو تشکیل میداد. و جالبه سرگردانهای شغلی 21%، ناامیدها که حس میکنن هیچ کاری رو نمیشه شروع کرد 17% پیامهای ما رو شامل میشدن. چرا انقدر ناامیدین؟ همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم با تمامی شرایط محیطی که برای همه افراد کشور ما ثابته، خیلی ها واقعا دستشون تو جیب خودشونه و دارن کار میکنن و پول در میارن. باید بگم که اینها از فکرشون، از ارادهشون، از شجاعتشون استفاده کردن. میدونید که من چی میگم. آقای دکتر جالب این آمارها، مثلا گفتن که سرگردانهای شغلی 21%. چرا واقعا ما 21% تو جامعه آماریمون سرگردانهای شغلی داریم؟ البته طبیعیه آقای جمشیدی، سرگردانهای شغلی یعنی هنوز نتونسته مسیر شغلی مناسب خودش رو یا پیدا بکنه یا در بین چندین مسیر شغلی هنوز نتونسته اون راه اصلی خودش رو انتخاب بکنه. بله. خیلی از کسانی که تو مثلا این مرحله قرار میگیرن یا در مرحله نوجوانی هستن یا در آغاز شروع به بازار کار هستن یا در حین تحصیل هستند و دوست دارن همزمان با تحصیل کاری رو هم انجام بدن. بعضی ها هم ممکنه شغلی داشته باشن، هنوز اون شغلی که دارن رو احساس کنن که شغل مورد علاقه شون نیست، شغل ایدئالشون نیست. بنابراین این آماری که شما اعلام کردید، چقدر بده که آدم شغلی که دوست نداره انتخاب کنه؟ آره، این آمار تقریبا درست و طبیعی هستش. منتها اون بحث ناامیدها رو شما درست گفتین. ناامیدها به نظر من همین که اومدن در این نظرسنجی شرکت کردن، یعنی میل به امیدواری در اونها وجود داشته. ناامید یعنی هیچ حرکتی انجام نمیده. همین که اومده در نظرسنجی شرکت کرده، پیامک داده، اعلام نظر کرده، یعنی دوست داره امیدوار باشه. چه نکته، چه زاویه خوبی. نه واقعا نمیتونه. ما هفته گذشته هم سوال پیامکی داشتیم و قرعه کشی انجام دادیم و عزیزانی که برنده شدن میتونن در فضای مجازی با آدرس شب دو تا ای که میشه همون شب آفتابی دنبال بکنن و ببینن که جزء برنده های هفته گذشته بودن یا نه. و امشب هم ما یک سوال دیگه داریم که خواهش میکنم دوستان روی صفحه نمایش به حال سوال رو بیارن. بزرگترین دارایی یک کسب و کار چیست؟ مشتریان، محل کسب و کار. پاسخ خودتون رو به شماره 20341
پیامک بزنید 20341 بزرگترین دارایی کسب و کار، مشتریان، محل کسب و کار. عزیزانی که توی این نظرسنجی و پاسخ به این سوال ما هم شرکت میکنن به قید قره به دو نفر 2500000 تومان تقدیم خواهیم کرد. اما استاد دیگری تا دقایق دیگه به ما خواهند پیوست و قرار هست که با این دو بزرگوار سوالات امشب شما رو مرور بکنیم. خواهش میکنم که یک فاصله با ما همراه باشید، با استاد آشنا بشیم، برمیگردیم. شب بخیر خانم ها آقایان. سلام جناب آقای عظیمی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. حالتون خوبه؟ الحمدلله خدا رو شکر. شب آرامی رو سپری کردین؟ بله انشالله که بتونیم کمک کنیم که بینندگانمونم ناامید نباشن و تو فضای کسب و کار موفق تر عمل کنن. انشالله. من از تعارف کم بکنم برای اینکه زمانمون رو بیشتر بذاریم برای پرسیدن سوالاتی که مردم دارن. گفتن که سلام، 3 سال در حرفه خودم که لوله کشی ساختمانه فقط ضرر میکنم و دیگه تقریبا سرمایه‌ام رفته، لطفاً من رو راهنمایی کنید. 3 تا کار رو انجام بدین دوست بسیار عزیزم. اولین کاری که باید انجام بدید با تعداد دیگری از کسانی که تو حوزه تأسیسات هستن، تو حوزه لوله کشی هستن، تو حوزه امور فنی ساختمون هستن ارتباط بگیرید که بشین یه تیم، یه شبکه، یه گروهی از لوله‌کش‌های ساختمون که بتونید به همدیگه کار ارجاع بدید. یه وقتایی اینقدر سر یه لوله‌کش شلوغه که نمیتونه بهش برسه، یک لوله‌کش دیگه بیکار مونده. اینها میتونن به همدیگه کار ارجاع بدن. پس اول بگرده دنبال اونایی که سرشون شلوغه، باشون همکاری کنه. حتما نمیتونه. کار دوم که باید انجام بدید، حتما خودتو خوب معرفی کن در بستر فضای مجازی، به شیوه‌های گوناگون تخصص خودتو به جامعه و به مخاطبینت معرفی بکن، اونها بیشتر از قبل شما رو بشناسن. و نکته سوم، حتما یک سری آپشن‌های متفاوت برای محاسبه قیمت دستمزدت داشته باش که شما رو نسبت به دیگران کاملا ممتاز بکنه. این روش ها میتونه روش اعتباری باشه، روش اقساطی باشه، روش های گوناگونی که شما به این شیوه میتونید با یک صاحب ساختمون ارتباط بگیری و ایشون رو نسبت به خودت معتمد بکنی. بسیار هم عالی. سوال بعدی رو میپرسم. سلام، وقت بخیر، من کار چرمدوزی انجام میدم. آها، به 20341 سوالاتتون رو میفرستید لطفاً نامتون و شهرتون هم بفرستید. سلام، وقت بخیر، من کار چرمدوزی انجام میدم ولی نمیدونم چطوری کارم رو گسترش بدم و درآمدزایی کنم، لطفا راهنمایی کنید. بله، من با توجه به اینکه بیشتر توی فضای اینترنت هم فعال هستم سعی میکنم از ابزار اینترنت برای توسعه کسب و کار دوستمون بیشتر استفاده کنم. صنایع دستی که از حوزه‌ای هستن که اینترنت خیلی خوب میتونه بهشون کمک بکنه. شاید یک اتفاق جدید و جذابی هم که میتونه روی اینترنت بیفته شانس صادرات باشه. من توصیه میکنم به دوست خوبمون که با عکاسی از محصولاتشون، محصولاتی که دستدوز هست، از کیفیت بالایی برخورداره، شاید در بسیار از شهرهای بزرگ با قیمتهای پایین نتونه به دست بیاره مصرف کننده، از فضای اینترنت با عکاسی مناسب و شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام. آقا نکته طلایش این عکاسی مناسب ها، یعنی با تلفن همراهی که احتمالاً مثلا ممکنه دوربینش خوب نباشه عکس نگیرید، کارتون رو بی کیفیت نکنید. این عکاسی مناسب خیلی به نظرم توی مخاطب و مشتری تاثیر داره. اگه با یه نور مناسب و یک تلفن همراه یا دوربین عکاسی کیفیت داشته باشه این عکس‌ها رو در فضای مجازی معرفی بکنه و چون داره از تولید به در واقع مصرف کننده مستقیم میرسه احتمالاً مزیت قیمت پیدا میکنه و این شانس رو داره که به عنوان یک کسب و کار کوچک بتونه موفق عمل کنه و اون رونقی که مد نظر این دوست خوبمون هست سریعتر به دست بیاد. من توصیه‌ام اینه که حتماً حتی اگر فکر میکنه شاید مشتری کمی داشته باشه همین امروز شروع کنه به معرفی محصولاتش در فضای مجازی با هشتگ‌های مناسب و توضیح مناسب و ارائه. اگر بلد نبود چی کار کنه؟ خیلی ساده میشه این مهارت‌ها رو
پیدا کرد. نکته ای که من فکر میکنم برای کارآفرینی لازمه این فعل شروع کردنه. آها. یعنی شروع کنه، شاید دفعه اول با کیفیت 30% این کار انجام بده، به تدریج در دل کار با کمک گرفتن از دوستانش، با استفاده از رسانه هایی که وجود داره و هر روز دارن آموزش میدن، این کیفیت کارش رو میتونه افزایش بده. ضمن اینکه نکته ای که جناب آقای عظیمی میگن، خیلی لازم نیست که شما کارشناسی ارشد نرم افزار باشید، شما خیلی راحت میتونید این هشتگ زدن و آپلود کردن عکساتون تو فضای مجازی رو یا گروه ساختن رو یاد بگیرید. فکر کنم کار دو ساعت باشه. خب برم سوال بعدی. آقای یا خانم ایوبی از اهواز گفتن که سلام، من 150 میلیون به هم ارث رسیده، دلار بخرم یا میتونم باهاش کاری شروع کنم؟ خوشا به حالت. حتما به سمت سرمایه گذاری در بحث ارز و سکو اینا حرکت نکن. اینو با قاطعیت بهتون میگم که این اصلا بازار مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. دو تا کار رو انجام بده ایوبی عزیز. اولین کار اینه که ببین تو حوزه جایی که تشریف دارید، اون شهری، اون منطقه‌ای که هستید، چه نیازی الان وجود داره که کمتر بهش پاسخ داده شده، چه نیازی وجود داره که وجودش کاملا احساس میشه اما تقریبا اغلب کسب و کارا به اون سمت و سو نرفتن. آیدو تو این نیاز سنجی چطور انجام میشه؟ بعضی واقعا بلد نیستن بدونن نیاز الان چی نیازه. نیاز سنجی از طریق مشاهده به دست میاد. شما بررسی میکنید، میبینید. یه وقتی هست از طریق پرسش به دست میاد، از مردم اون منطقه سوال میکنید. یه وقتی هست از طریق جستجوهای اینترنتی به دست میاد. شیوه های گوناگونی داریم که ما چجوری نیاز رو کشف کنیم. پس گام اول اینه که شما کشف نیاز کن. گام دوم اینه که حتما بیا روی مهارت ها و تخصصایی که خودت داری و دوستان دیگه ای که دارن که میتونن در کنار شما باشن حساب کن. اون نکته ای که آیه دکتر عظیمی اشاره فرمونده در مورد چرم، ببین یادمون باشه ما قرار نیست یه کار رو صفر تا صدش خودمون به عهده بگیریم. به هر حال من چرم دوزی بلدم، یه کسی دیگه تو فضای مجازی وارده، یه کسی دیگه تو حوزه مثلا بازاریابی و فروش وارده. این 5 تا انگشت دست کنار هم قرار میگیرن میشن یه دست واحد. آخه ما میترسیم که مثلا سودمون کم بشه یا مثلا سودمون بیشتر میشه. ببینید وقتی ما کار رو گروهی کردیم، تقسیم کار کردیم، چون تخصص گرایی میشه، چون کار با کیفیت بهتر انجام میشه، مطمئن باشید در دراز مدت سودمون بیشتر میشه، برندمون معنی دارتر میشه. این نکته. یه نکته دیگه هم تو اون بحث چرم دوزی، من خواهش میکنم از سری دوزی پرهیز کن، برو به سمت سفارشی دوزی. آها. محصولی که متناسب با یک مشتری خاص تولید میشه و فقط و فقط برای اون مشتریه. بسیار حمالی. سوالو یه بار دیگه سریعا میگم، به نظر شما بزرگترین دارایی یک کسب و کار چیه؟ یک، مشتریان، و دو، محل کسب و کار. پاسختون رو به 20341 ارسال بکنید، قرعه کشی میکنید و دو نفر دوتا 500,000 تومان برنده میشن. بریم و برگردیم. چه کیفی میده که آدم در مقابل دوتا استاد و کارشناس بنشینه و همش حرفهای مثبت بشنوه. کاش خودمونم کمک بکنیم به همدیگه از فردا صبح هر جایی تو تاکسی، تو اتوبوس، تو محل کار یاد بگیریم و تلاش بکنیم و تمرین بکنیم واژه ها و جمله های مثبت به همدیگه بگیم. وای شنیدی چی شد؟ اینت آقا افتاد که افتاد. شما تو همین شرایط گفتم یه بار همه دارن کار میکنن، همه هم دارن پول در میارن، شما چرا این کار نکنی؟ شما تا کی قراره که این اخبار منفی رو منتقل بکنی و حامل این اخبار باشی؟ شما هم برو دنبال اون کاره و اون اتفاقه رو ایجاد بکن. نه، حضرت مولانا میگه تشنگان گر آب جویندن در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. به به، اگه ما دنبال یک مقصودی باشیم، مقصوده هم دنبال ما خواهد بود. این رو من واقعا با قاطعیت عرض میکنم، اگر در مسیری که انتخاب میکنیم، در هدفی که برمیگزینیم قاطع باشیم، راسخ باشیم، ایمان به هدفمون داشته باشیم، انگاری همه اطرافیان، همه امکانات ناخواسته و خواسته دست به دست هم میدن که ما رو به اون مقصود برسونن. مثبت اندیشی باعث میشه اتفاقا خلاقتر بشیم، باعث میشه که فکرمون بیشتر کار بکنه، باعث میشه که از اون استعدادهای پنهانمون که هیچ وقت سراغش نرفتیم بیشتر استفاده بکنیم، و اگه توی یه آب عمیق بیفتیم اون مثبت اندیشی است که ما رو نجات میده. ولی با منفی اندیشی فکر میکنیم خدایا الان قطعا ما زیر آب خواهیم رفت و بالا نخواهیم اومد. درست، متشکرم. گفتن که آقای علی داوودخانی از تهران، سلام، من در میدان تره‌بار مرکزی مشغولم،
علاقه زیادی به تولید میوه خشک دارم، باید کدام بازار رو در نظر بگیرم، داخلی یا صادرات؟ آقای عزیزی بله، من قبل از اینکه پاسخ سوال این دوست خوبان رو بدم یه نکته در مورد سوال قبلی عرض کنم و برسم به این سوال. ما زمانی که بحث سرمایه گذاری مطرح میشه چند گزینه برامون مطرحه. دوست خوبمون به بازار پول نظر داشتن. این پاسخ شما به آقای خانم ایوبی از اهواز که گفته من 150 میلیون تومان بله، پول دارم. بله دقیقاً. یکی از گزینه‌ها بازار پول بود که آقای دکتر توضیح دادن. یه گزینه دیگه کسب و کار، باز هم آقای دکتر اینو به طور کامل توضیح دادن. یک گزینه‌ای که فکر می‌کنم در کشورهای توسعه یافته بیشتر بهش پرداخته شده نسبت به کشور ما و مردم آگاهی کمتری نسبت به اون دارن، بازار سرمایه است. یکی از گزینه‌ها که می‌تونن اشخاصی که سرمایه‌های خرد دارن وارد اون بشن بازار سرمایه است. بازار بورس اوراق بهادار، بازار فرابورس که اتفاقا صدا و سیما برنامه‌های بسیار خوبی در جهت آموزش فعالیت تو بازار سرمایه داره که اگر آگاهی‌های نسبی پیدا کنن پس از اون آگاهی‌ها می‌تونه گزینه مناسبی باشه برای اشخاصی که سرمایه‌های خرد این چنینی دارن. برسم به سوال دوست خوبمون در میدان میوه و تربار که میخوام ببینم میوه خشک تولید کنن بازار داخلی یا بازار خارجی. ببینید شما ابتدای برنامه پلاتویی فرمودین که ما قرار خط بکشیم رو همه مشکلات و نشدنها. برای اینکه بتونیم این خط رو بکشیم باید آگاهی داشته باشیم. آگاهی کلید موفقیت در کسب و کاره. ما برای اینکه تشخیص بدیم کدام بازار جذاب‌تره بایستی بدونیم که ویژگی‌های هر بازار چیه. بنابراین نیاز به مطالعه بازار هست. من باید بیام ببینم در بازار داخلی که یکی از گزینه‌های دوست خوبمون هست میانگین قیمت فروش محصول چقدره، اندازه این بازار چقدره، امروز چقدر این محصول در سبد مصرف خانوار ایرانی وجود داره و من با توجه به داشته‌هام چقدر توانایی این رو دارم که از این بازار داخلی سهم بگیرم، همچنین برای بازارهای خارجی. بنابراین برای اینکه من بتونم به این سوال پاسخ بدم باید توانایی‌های این دوست خوبمون رو بدونم و ببینم که چه توانمندی‌هایی داره. اما به طور جنرال و عمومی اگه بخوام پاسخ بدم، من توصیه می‌کنم در تاکید فرمایش آقای دکتر که تیم سازی خیلی مهمه. شما اگه قرار هست چه بازار داخل رو بگیری چه بازار خارج رو، بایستی یک تیمی داشته باشی که کار تولید رو یکی از اعضا انجام میده، کار توزیع رو عضو دیگه، کارهای مالی رو فرد دیگری، کارهای بازاریابی فرد دیگری و هر کدوم در کار خودش خبره است و در این صورت امکان تصاحب بازار و کسب سهم بازار از هر دوی این بازارها برای این بیننده خوبمون مقدور خواهد بود. بسیار همانی. آقای جمشیدی عزیز اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم. من خواهش میکنم این دوست عزیزمون از میدون تربار بره بیرون، بره شمال. الان حداقل 30-35% میوه‌های پادرختی داریم. از بین میرن و هیچ استفاده ای ازشون نمیشه. چه خوبه ما بریم اونجا با کمک همون مردمان شریفی که در منطقه شمال زندگی میکنن این میوه‌های پادرختی رو جمع‌آوری کنیم. بله. تمیزکاری اتفاق بیفته، طبقه بندی میوه اتفاق بیفته و بعد فرایند خشک کردن. این یه نکته که به شدت قیمت تمام شده رو برای شما پایین خواهد آورد. نکته دوم، بازار میوه‌های خشک الان خوشبختانه هم در مدارس، هم در بیمارستان‌ها، هم در مراکز دانشگاهی به شدت با جذابیت مواجه شده در داخل کشور. بله. در خارج از کشور هم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به شدت طالب میوه‌های خشک ایرانی هستند به دلیل لذیذ بودن و مطلوبیت و جذابیت‌هایی که این میوه خشک ایرانی داره. بسیار عالی، متشکرم. قبل از اینکه سوال بعدی رو بخونم یه نکته رو خدمت شما بگم، ما در تبلیغات و آگاهی دادنمون اعلام کردیم که شب آفتابی شنبه‌ها حدود ساعت 12 شب پخش میشه، اما این هفته به دلیل پخش فوتبال یک شنبه در خدمت شما هستیم. هفته آینده هم با توجه به برنامه‌ریزی های انجام شده استثناءً یک شنبه شب حدود همین ساعت در خدمت شما خواهیم بود. برم سر سوال بعدی. گفتن سلام، من ایده ای دارم در حوزه استارتاپ. عذرخواهی میکنم، با درآمد سالیانه 8-9 میلیارد با 80 نفر پرسنل برای جذب سرمایه گذار باید به چه صورت عمل کنم؟ الان هم تو مشهورترین استارتاپ هستم. آقا یا باز خانم کریمی از تهران. بله، یه اتفاقی که آقای جمشیدی افتاده تو فضای کسب و کار ما این تب استارتاپ هست که خب اتفاق خوشایندی است، اشتغال زایی کرده و اومدن فعالیت کردن. اما باید دقت کنیم، اگر من فکر میکنم سالی این میلیارد تومان میتونه این کسب و کار من سود بده، چرا؟ چه دلیلی بر این وجود داره؟ سرمایه گذار بایستی اثبات این موضوع رو بتونه ببینه. راهکارش داشتن یک بیزینس پلن،
بی پی یا همون طرح تجاری است. من بایستی دلایلی که دارم برای اینکه این کسب و کار موفق میشه رو بتونم مکتوب در داخل اون بی پی یا طرح تجاریم بیارم. حالا با داشتن این بی پی و بعدش یک نمونه کوچکی از کسب و کارم که حالا ایشون احتمالاً یک اپلیکیشن یا یک در واقع موضوع نرم افزاری هستن، یک نمونه ای باید داشته باشن. حالا با اون نمونه برن دنبال سرمایه گذار. سرمایه گذار محلهای مختلفی داره که بتونیم اونها رو پیدا کنیم. یکی از اونها اکسلراتورها یا شتاب دهنده ها هستن که اساساً ماهیت وجودی شتاب دهنده ها این هستش که بیان بر روی ایده های مردم سرمایه گذاری بکنن. پس یکی از محلها شتاب دهنده ها هستن که با یه جستجوی ساده در اینترنت تعداد زیادی از اونها رو میتونن پیدا کنن. مشاوران بسیار خوبی در شتاب دهنده ها وجود دارن، به اونها کمک میکنن. و نکته بعدی که باید بهش توجه بشه، 10 ثانیه بله، نکته بعدی که باید بهش توجه بشه این هستش که برای موفقیت استارتاپشون ما به 3 عامل نیاز داریم: ایده که ایشون دارن، سرمایه که به دنبالشن، و تیم. و تیم از هر دوی اون دو تا عامل دیگه مهمتر. متشکرم. در کمتر از یک دقیقه باقی مانده، جناب دکتر خانی گفتن که سلام، 6 ماه گلخانه زدم، از تهران اومدم تونکابون، الان نیاز به وام دارم، از کجا باید اقدام کنم؟ گلخانه اجاره‌ای دارم و قبلا گلفروشی داشتم. خیلی هم عالی. همین الان وارد سایت کارابشو، سایتی است که دولت اعلام کرده برای حمایت از اشتغالهای روستایی و اشتغالهای فراگیر، طرحتو اونجا ارائه بده که انشالله بتونی یه وام خوب ارزون قیمت داره یه تنفس رو دریافت بکنی. مطمئنن این خیلی به سود شما خواهد بود. بسیار عالی. شما به هر رویایی که بخواین میرسین. این شعار نیست، این حرفای قشنگ و قلمبه سلمبه تلویزیون نیست. باور کنید، باور کنید، همین الان که من در خدمت شما هستم، خیلی خیلی زیاد انسان‌های موفق در تهران، در شهرستان‌ها دارن کار میکنن، کلی کارآفرینی کردن، پارتی بازی نکردن، کارهای عجیب غریب نکردن، فقط ایده داشتن، عمل کردن و شجاعت به خرج دادن. درست هست یا نه؟ بله حتما. خودتون رو باور کنید. ما تمام تلاشمون تو شب آفتابی اینه که تمرین بکنیم و بلند بلند همه چیز خواهیم رسید، به شرط اینکه خودمون رو باور بکنیم. نکته طلایی برنامه امشب قطعاً آغاز یک حرکت عظیم برای شما خواهد بود. آیتم نکته طلایی رو ببینید با سینا شریعتی. یکی از موضوعاتی که ما باید اون رو مد نظر قرار بدیم تا یک کسب و کار مدرن رو بتونیم در جامعه اشاعه بدیم، موضوع قیمت هست. وقتی که شما یک قیمت گذاری درست داشته باشید، میتونید مشتریان خودتون رو به امتحان خدمات یا محصولات خودتون وادار کنید. این قیمت در عصر حاضر باید با یک لولی انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بتونیم هر مشتری رو در هر سطحی مجذوب خودمون بکنیم. در یک زمانی ما این موضوع خیلی برامون مهم بود که در یک رده قیمتی قرار بگیریم، مثلا در قیمت بالا، متوسط یا پایین. ولی در عصر حاضر مطمئناً خلاقیت و قیمت پایین از اهمیت بیشتری برخورداره و بعد از اون قیمت‌های متوسط و بعد از اون قیمت‌های بالا. اگر بتوانیم لول رو از سمت پایین به سمت بالا هدایت بکنیم، مطمئناً ما در ابتدای کارمون با مشتریانی روبرو هستیم که اونها خودشون اشاعه دهنده برند و خدمات ما خواهند بود. شب بخیر خانم ها، آقایان و همه اونهایی که دلتون میخواد موفق بشین. با شب آفتابی در خدمت شما هستیم. دارم سوالات شما ریفرش میکنم ببینم سوالات جدید برای ما چی رسیده. چی جوری سوال بفرستین؟ خیلی راحت، 20341. هر سوالی که دارین، چی کار بکنین، شغلتون رو چی کار کنین، پولی که دارین چی کار کنین، هر چیزی که فکر میکنید شما رو نزدیک میکنه به موفقیت و نمیدونید، این رو بپرسید. من پاسخ نمیدم، کارشناسان و اساتید مجرب کسب و کار به شما پاسخ خواهند داد. گفتن که من راننده هستم، با این وضع اقتصادی نسبت به لوازم یدکی من چه جوری پیشرفت کنم و به پیشرفت فکر کنم؟ ممنون میشم پاسخ بدین. حتما آقای هاشمی از تهران. آقای هاشمی درست میگن، قیمت لوازم یدکی این روزا خیلی گرون شده و رانندگان عزیز ما به سختی افتادن. منتها من با آقای هاشمی این نکته رو عرض میکنم، 2-3 تا روش وجود داره برای اینکه درآمدمون رو از محل شغل رانندگی افزایش بدیم.
یه روش اینه که ما بیایم یک شیفت اضافی برداریم اگر برای یک کسی دیگه ای کار میکنیم، یه شیفت مازاد برداریم. یه روش دیگه اینه که در کنار رانندگیمون یه کار جانبی دیگری که با تخصصمون، با تجربهمون، با دانش قبلیمون سازگار هست انتخاب کنیم که به نوعی کمک درآمدمون باشه و نوعی رفع خستگی از رانندگی هم باشه. و یه روش سوم هم اینه که شما عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات توریستی داشته باشید که در واقع تو حوزه حمل و نقل کار می‌کنن، که اینها بخشی از هزینه‌های ماشین شما رو و بخشی از اون بار اضافی ناشی از قطعات یدکی و امثال هم رو به نوعی عهده‌دار بشن. بسیار عمالی، متشکرم. بعد من یه سوال خودم از همه اونایی که اینجوری سوال میپرسن دارم. گفتن که من چجوری میتونم به پیشرفت فکر کنم؟ آقا به پیشرفت فکر کردن که دیگه الان مالیاتی که نداره که داره. کسی هست که مثلا بگه شما به پیشرفت فکر کردین؟ به پیشرفت فکر کردن هم الزاماتی داره، درست گفته؟ نه آقا، حداقل این فضای مثبت رو به وجود بیاریم برای خودمون دیگه. یعنی این اتفاقا رو بهش فکر کنیم. خیلی چیزا برای فکر کردن وجود داره. ما الان میتونیم به داعش فکر کنیم، میتونیم به جنگ فکر کنیم، میتونیم به زلزله فکر کنیم، میتونیم به پیشرفت و موفقیت هم فکر بکنیم. این که مسیر فکریمون رو به چه سمت و سوی سوق بدیم، آقای جمشیدی، به یه عامل بسیار مهم بستگی داره و اون ورودی های ذهن ماست. آها. چه چیزهایی رو اجازه بدیم وارد ذهنمون بشن از طریق خوندن، از طریق شنیدن، از طریق انواع ورودی های ذهن، اینها به ما به نوعی کمک خواهد کرد که مسیر فکر کردنمون رو تا حدود زیادی خواسته یا ناخواسته و البته کنیم. عادت نکنیم به بعضی از جمله ها دیگه. من کسی رو میشناختم که در نوسان قیمت ارز، وقتی که قیمت ارز میرفت بالا، صبحش که ایشونو میدیدی میگفت آخ 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 دیدی ارز چی شد؟ گفتیم خب طبیعیه لابد این رفتار دیگه. بعد که دوباره ارز اومد پایین گفت آخ 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 دیدی ارز چی شد؟ خب بالاخره چیکار باید بکنیم الان؟ این آخ آخه برای کدومه؟ و این عادت هم خیلی عادت بدیه که ما این غر زدن رو هی تکرار بکنیم. من یه سوال بپرسم، خواهش می‌کنم پاسخ MP3 بدید تا بریم سراغ آیتم بعدی. گفتن که میخوام کارگاه تولیدی پیراهن رو اندازی کنم، ولی با هر کی مشورت میکنم میگن الان خوب نیست، ولی من همچنان میخوام این کار رو انجام بدم، ولی خیلی ترس دارم، چیکار کنم؟ بله، ببینید، حتما مطالعه پیش از راه اندازی کسب و کار کار درستی است. این که الان اشاره میشه که زمان خوبی نیست، علتش شما باید بدونید. اگر اون علت واقعا منطقی است، خب طبیعتا نبایستی سرمایه رو الان وارد این کار کرد. اما من فکر میکنم در حوزه پوشاک و این کیسی که دوست خوبمون گفتن، اتفاقا زمان نامناسبی برای ورود بازار نیست. بایستی به ویژگی های شخص سرمایه گذار یا صاحب کار، شخص کارآفرین نگاه کنیم. اگر بتواند ویژگی های لازم رو برای موفقیت این کسب و کار تامین کنه، اتفاقا زمان مناسبی است. چرا؟ به دلیل اینکه با توجه به شرایطی که در واردات پوشاک الان به وجود اومده و افزایش نرخ ارزی که ما داشتیم، کالاهای خارجی قدرت رقابتشون رو به لحاظ قیمتی با کالاهای داخلی از دست دادن یا دست کم قدرت رقابتشون کم شده. در چنین شرایطی شانس ورود کسب و کارهای داخلی افزایش پیدا میکنه، خصوصا در حوزه پوشاک که فرایند تولیدشون هم پیراهن مردانه که حالا ظاهرا اشاره کردن، فرایند تولیدش چندان پیچیده نیست و میتواند با دستگاه‌های ساده و کارگاه‌های کوچک و متوسط به شرط کیفیت و طراحی. بدون تردید اینها عوامل موفقیته، یعنی عامل قیمت، عامل کیفیت، عامل توزیع. من یه پرانتز باز بکنم تبلیغات. از مشاهده عینی خودم در یکی از پاساژهای بزرگ پایتخت که پیش از این برندها و به هر حال مارک‌های غول‌پیکر خارجی اون تو بودن و الان دیگه نیستن، یک مشاهده داشتم و پرسجو میکردم از یکی از برندهای داخلی، گفتم فروش شما چطور شد؟ اینو مستند میتونم بهتون نشون بدم، تو فضای مجازی میرم فیلمشون میگیرم ببینید، من نمیگم. گفت فروش ما 3 برابر شده. خب این اتفاق بزرگیه، اما فکر نمیکنم کسی اینو تا الان اطلاع رسانی کرده باشه، تبلیغش کرده باشه. یا برند داخلی پوشاک کودک ما مثلا فروشش 3 برابر شده به شرط طراحی و کیفیت خوب. اون خانواده ای که از اون جنس خارجی میخریده و پول زیادی هم میداده، الان حاضر ایرانی رو بخره به شرط که قیمت خوب داشته باشه، کیفیت و طراحی. و این طراحی هم چیز عجیب غریبی نیست، خورده فقط نوآوری و خلاقیت میخواد. بله همینطور. جمشیدی عزیز، من خواهش میکنم کسانی که تو حوزه پوشاک هستن ثانیه ای رو از دست ندن. بهترین زمان، طلایی ترین زمان برای شروع یا توسعه کسب و کارهای مربوط به پوشاک، به ویژه پوشاک کودکان، همین الانه.
قاچاق پوشاک به ایران بعد از این افزایش قیمت ارز حدود 62% کاهش پیدا کرده، چون دیگه اصلا به صرفه نیست. بنابراین این دوستمون که الان فرمودن تردید دارم این کارو بکنم یا نکنم، خواهش میکنم از همین امشب شروع کن، ولی با نوآوری. حتما نوآوری و خلاقیت و کیفیت و بازارشناسی و اینا در جای خود محفوظ، اما نوع کسب و کار با شرایط امروز کاملا همسوست. بسیار. خیلی از عزیزان و بیننده های ما در پیامک هایی که ارسال میکنن در سوالاتشون سوال میپرسن نسبت به بازارهای فراتر از بازارهای داخلی، در بحث صادرات به کشورهای مختلف، به کشورهای همسایه. آیتمی داریم در برنامه شب آفتابی که با فرصتهای اقتصادی سایر کشورها هم شما رو آشنا میکنیم و راههای صادرات به اون کشورها. امشب نوبت به گرجستان رسیده، همین کشوری که خیلی تازگی ها داریم ازش میشنویم، میتونیم به یک فرصت خوب برای خودمون در امر صادرات تبدیلش بکنیم. این آیتم رو ببینید، موضوع کشور گرجستان. گرجستان. کشور گرجستان به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار حیاتی و عالی در صنعت کشاورزی بسیار پیشرفته و غنیه و در زمینه کشت مرکبات، چای، غلات، نباتات صنعتی، سیب زمینی، سبزیجات و نباتات علوفه‌ای بسیار زمین‌های حاصلخیزی دارد. در گذشته گرجستان در تامین مواد خام، انرژی و لوازم یدکی وابستگی زیادی به روسیه و دیگر جماهیر شوروی داشت، اما بعدها صنعت این کشور رشد زیادی کرد و به شکوفایی رسید. در حال حاضر از بین محصولات صنعتی گرجستان صنایع غذایی 40%، صنایع سبک 28% و ماشینسازی و صنایع فلزی 13.8% از حجم تولید صنعتی رو به خودشون اختصاص میدن. از نظر تولیدات و صادرات نفت، گاز، زغال سنگ و تولیدات برق هم گرجستان دارای وضعیت اقتصادی خوبیه. اما یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی این کشور در زمینه گردشگری و جذب توریسته. این کشور چون در خط فاصله بین کشورهای ملحق شده به اتحادیه اروپا است، فرصت خوبی برای شروع کسب و کار و الحاق به اتحادیه اروپا است، به خصوص برای ایرانیانی که تمایل دارند به بازارهای اتحادیه اروپا ورود پیدا کنند. قوانین مناطق آزاد گرجستان فرصتی را برای سرمایه گذاری به ایران میده تا فرایند ارزش افزوده را در منطقه آزاد گرجستان انجام بدن و بعد با نام شرکتی که در گرجستان ثبت میشه کالای ایرانی را از مبدا گرجستان به اتحادیه اروپا صادر کنند. بزرگترین دارایی یک کسب و کار چیست؟ 1. مشتریان. 2. محل کسب و کار. لطفاً عدد پاسخ خود را به شماره 20341 پیامک کنید. بعضی از دوستان گفتن که آب این موقع شب این همه انرژی و نمیدونم هیجان از کجا میاد، از اینجا که واقعاً وقتی که همه نشستن موقع کار کردنه. و من خودم به شخص طرفدار اینم که ما حداقل راجع به چیزهای مثبت فکر بکنیم، این پیام مثبت رو به هم دیگه در کوچه و خیابون منتقل بکنیم، یک اتفاق خوبی رقم بخوره. خب گرجستان، نظر شما اساتید راجع به بازار صادراتی گرجستان چیه؟ من یه اشاره‌ای به آیتم قبل دوباره بکنم. هر اتفاقی مثل افزایش نرخ ارز ممکنه که حالا از یه جنبه‌های نگاه بشه بهش و بگه آسیب خورده به کیفیت زندگی من، اما اون بُعد مثبتش نمیدونم چرا کمتر دیده میشه.
همون نکته‌ای که اشاره شد، افزایش فروش پوشاک داخلی که شما اشاره فرمودین، زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کنه، فرصت‌های صادراتی هم خیلی بیشتر میشن. در واقع افزایش نرخ ارز شرایط رو برای واردات سخت، پس تولید کننده داخلی شرایط بهتری پیدا می‌کنه و شرایط رو برای صادرات بهتر هم و بیشتر هم مهیا می‌کنه، که این خیلی باید برای ما خوشایند باشه که به سمت تولید و به سمت ایجاد در واقع رونق اقتصادی حرکت کنه. البته به این شرط که این در مجرای داخلی دوباره هزینه بشه و صرف اون بله، سرمایه‌گذاری بشه و همون رشد اقتصادی رو داشته باشه. راجع به گرجستان خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. ایران کشوریه که با تعداد کشورهای بسیار زیادی همسایه است و این یک امتیاز برای صادرات. یعنی شما دنیا رو فهرست بکنیم به ترتیب تعداد همسایه‌ای که داره، ایران جزو کشورهای برتره. من فکر می‌کنم استفاده از اینترنت برای ورود به بازاری مثل گرجستان که به لحاظ فرهنگی و سیاسی و دیپلماتیک هم ارتباط خوبی با ایران داره، میتونه خیلی مؤثر باشه و به ما کمک کنه. من استفاده از اینترنت رو برای یعنی صادرات، یعنی چی استفاده از اینترنت؟ پلتفرم‌های خیلی خوبی روی اینترنت هست که حالا من اسمشون رو الان نمیارم، ولی بعداً میشه بیشتر در موردش یعنی صحبت کرد. تجارت الکترونیک، بله، ما میتونیم محصولمون رو اون پلتفرم‌ها معرفی کنیم و از سراسر دنیا به خصوص کشورهای نزدیک به ما بیان و از محصولات ما استفاده کنیم. متشکرم، خواهش می‌کنم. تو 15 سال گرجستان کشور بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری بود تا قبل از این موضوع تحریم‌ها. الان من توصیه می‌کنم به کارآفرینان ایرانی تولید فراسرزمینی رو توی گرجستان پیگیری بکنن، به خصوص توی مواد غذایی و فراوری مواد غذایی. گرجستان به شدت تشنه است. دلیلش اینه که به عنوان یک شاهراه تجاری داره عمل میکنه. خیلی از کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی باهوش الان اومدن توی خود گرجستان کارخونه ایرانی خودشون رو به عنوان دروازه ورود به اروپا، دقیقاً با کمک شرکای گرجی راه اندازی کردن، محصول ایرانی رو با برند مشترک اونجا دارن تولید میکنن و به بازارهای گوناگون صادر میکنن. این مدل هم دور زدن تحریم خوشبختانه، هم مدلی است که در قیمت تمام شده به شدت به کارآفرین کمک میکنه. بسیار عالی. آیته بعدیمون خیلی جذابه، معرفی کتاب. بریم و بیایم. شبتون بخیر. کامران امیدی اینجاست و معرفی یک کتاب. سلام کامران جان. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، آقا شاهین جمشیدی عزیز، خدمت اساتید گرانقدر و خدمت همه هموطنان عزیز و ارجمند و بینندگان فرهیخته شبکه سوم سیما جمهوری اسلامی ایران، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. یه خدا قوت میگم به اونهایی که یه روز کاری رو پشت سر گذاشتن و دارن استراحت میکنن، یه خدا قوت هم به اونهایی که الان سر کار هستن، شیفت کاری شب هستن، انشالله که خودشون سلامتی بده. کامران قشنگ مشخصه که بچهای خوب و حرفه‌ای رادیوه. من فکر کنم تو کل کتابو خلاصه نویسی کردی و بردی. مال خدمت. خواهش میکنم خدمت شریف شما عرض بکنم که قرار هست من انشالله خدمت شما باشم. حالا شبهایی که توفیق بشه برسم خدمتتون. و یکی از کتب عرصه اقتصادی رو خدمت شما معرفی بکنم. حتی نه اینکه من معرفی بکنم، اساتید بزرگوارمون در واقع لطف میکنن و اون کتب را معرفی میکنن به من و من یه گزارشی میام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند میدم، که چون خیلی از اونهایی که میخوان کسب و کار رو راه اندازی بکنن و یا کسب و کار فعلی خودشون رو رونق بدن، نیاز دارن که بدونن، نیاز دارن که توی این عرصه بخونن و بیاموزند و انشالله تو زندگیشون و کامران اگر ما در سال چندین کتاب انگیزشی و موفقیت نمیخونیم یا حداقل کسب و کار درست رو نمیخونیم، چطور دایه این رو داریم که بتونیم تبدیل به یک آدم موفق بشیم؟ همینطوره. خب ما در خدمتیم. خواهش میکنم. کتابی که امشب در واقع اساتید محترم معرفی کردن که من خدمت شما برسم و یه گزارشی از اون ارائه بکنم، کتاب اثر مرکب هست. کتاب اثر مرکب، آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمدشون. قطعا خیلی از شما عزیزان این کتاب رو در واقع دیدید، احتمال خیلی زیاد خوندین، ولی خب چون خیلی کتاب قشنگی است توی عرصه اقتصادی، به نظر مفید هست که یک بار دیگه هم شده حتی بخونید. خیلی از اساتید عرصه اقتصادی توصیه کردن آشنین توصیه کردن که این کتاب رو با دقت و حتی چند باره بخونید. این کتاب اثری است از دارن هاردی.
دارن هاردی کیه؟ دارن هاردی خدمت شما عرض بکنم که یک نویسنده و یک سخنران انگیزشیه و خدمت شما عرض کنم تا سال 2015 مجله موفقیت رو که یکی از پرتیراژ ترین مجلات دنیا هست در واقع ناشر این مجله بوده و توی همین مجله مصاحبه های مختلفی که داشته، مثل شب آفتابی که مصاحبه میکنه با اساتید گرانقدر، با کارآفرینان بزرگوار ها توی رادیو، اون راز و رمز های موفقیت رو در آورده و در قالب این کتاب اثر مرکب در واقع تقدیم کرده به خیلی از اونهایی که میخوان توی عرصه اقتصادیشون موفق باشن. این کتاب یه جایش جالبه، تو مقدمه همین کتاب خود در واقع دارن هاردی جالب آشنین میگه که اگر از کار کردن، تعهد و نظم فراری هستید، پیشنهاد میکنم کتاب را ببندید و زندگی معمولی و یک نواختتان را ادامه دهید. در این کتاب شما رازهای خارق العاده‌ای رو کشف نمی‌کنید، بلکه چیزهایی که در زندگیتون وجود داره رو کنترل و با تغییرات ساده اتفاقات بزرگ برای خودتون به وجود میاد. همونطور که عرض کردم خیلی از اساتید از این کتاب دم زدن و خیلی توصیه کردن که این کتاب رو حتما اونهایی که میخوان توی عرصه اقتصادی زندگیشون موفق باشن بخونن. از جمله آنتونی رابینز که یکی از بزرگترین سخنران‌های انگیزشی هم هست، ایشون هم میگه که اثر مرکب بر اساس همون اصلیه که من در زندگی شخصی خودم و آموزش هام به کار بردم و اون اصل اینه که تصمیمات شما سرنوشت و آیندتون رو رقم میزنه. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. انشالله خدمت شما خواهم بود. اگه اجازه بدید من یک دو تا جمله از کتاب بخونم و دیگه خدافظی بکنم. ممنون میشم که خیلی کوتاه با یک جمله خدمت شما عرض کنم که توی این کتاب یکی از جملات این کتاب خیلی جالبه، میگه که باور کنید که هیچ وقت دیر نیست، فقط باید همین امروز و همین لحظه قاطعانه تصمیم بگیرید. دم شما گرم. خیلی متشکرم آقای عزیز. یه فاصله میگیریم برمیگردیم. شب آفتابی رو تماشا میکنید و تمام نیت و انرژی و هیجان ما برای اینه که خط بکشیم روی ناامیدی و تمرین کنیم که غر نزنیم. همچنان سوالات شما داره به 20341 میرسه و کارشناسان و اساتید که اینجا پاسخ میدن به شما. گفتن که سلام، من برای تولید اتکلن دنبال ثبت شرکت تولیدی به روال قانونی بودم، نتیجه نگرفتم، آیا به صورت خانگی تولید کنم بهتره یا پیشنهاد بهتری دارید؟ ثبتش کار سختی نیست، شاید مسیر یا فرایندی که انتخاب کردید احتمالاً نامناسب بوده. اگه لازمه از برخی از این شرکت‌هایی که در حوزه ثبت کار می‌کنند هم کمک بگیری بد نیست. اگه بخواید حتی تولید خانگیش هم داشته باشید، بله، باز لازم مجوزهای مربوطه رو به دست بیارید، چون محصولی است که به هر حال با مباحث بهداشتی و مسائل سلامتی کاملا در ارتباط هستش. بسیار عمالی، متشکرم. بریم به سراغ سوال بعدی. گفتن که سلام، ما چسب پودری تولید میکنیم، الان 2 سال داریم تولید میکنیم و از لحاظ کیفیت با نمونه خارجی برابری میکنه، نتونستیم بازاریابی خوبی کنیم و مشتری جمع کنیم، چیکار کنیم؟ بله، ببینید، اگه من الان بهترین محصول دنیا یا بهترین خدمات دنیا رو آماده بکنم اما در اتاق دربسته خودم باشه و کسی از اون مطلع نشه، من محکوم به شکستم. ببین، ما برای موفقیت در بازاریابی باید به 4 عامل خیلی خوب توجه کنیم که در بازاریابی به این میگن آمیخته بازاریابی. بله. عامل اول قیمت هست که خب با توضیحاتی که دادن احتمالاً نسبت به محصول مشابه خارجی قیمت مناسب تری دارن. عامل دوم کیفیت محصول هست. کیفیت رو از منظر مشتری باید بسنجیم. بله. یعنی باید ببینیم آیا مشتری هم اون کیفیت برتر ما رو ادراک میکنه یا این فقط از جانب منه که من فکر میکنم برتره. عامل سوم تبلیغات هست که احتمالاً ایشون در تبلیغات و ترفیعات خیلی خوب نتونستن عمل بکنن. این که ما بتونیم متناسب با بودجه‌ای که داریم از ابزارهای مناسب تبلیغاتی استفاده کنیم نیازمند آگاهی و مهارت در حوزه کسب و کار هست که توصیه می‌کنم با مطالعه کتاب‌های مربوط و مشاهده نمونه‌های موفق در بازار کشور شیوه‌های تبلیغاتی مناسب رو انتخاب کنن و نهایتاً
توزیع مناسب محصول در بازار هست. پس اگر این 4 تا عاملی که عرض کردم رو بهش توجه بکنن و استمرار داشته باشن و تلاش بکنن، انشالله به تدریج، یک شبه رخ نمیده، به تدریج سهم بازار خودشون رو از رقیب خارجی خواهند گرفت. متشکرم. سوال مسابقه که چه عرض کنم؟ به اصطلاح سوال پیامکی امشب ما این هست که بزرگترین دارایی یک کسب و کار چیست؟ مشتریان یا محل کسب و کار؟ پاسختون رو به 20341 پیامک بکنید. عزیزانی که در این پاسخدهی شرکت میکنن به قید قرعه مثل هفته گذشته 2500,000 تومان جایزه دریافت میکنن. اونایی هم که هفته گذشته میخوان بدونن برنده شدن یا نه، در فضای مجازی با آدرس شب 2E یعنی شب آفتابی خواهش میکنم که ما رو دنبال کنید و ببینید. میخواییم سفر کنیم به یزد، به یکی از شهرهای بسیار زیبا و جذاب ایران که در حوزه کسب و کار هم حرفهایی داره و فرصتهایی وجود داره. بریم آیتم معرفی استان یزد رو ببینیم، برگردیم با ادامه برنامه در خدمت. استان یزد. استان یزد با حدود 1,140,000 نفر جمعیت که 85% اون در مناطق شهری و 4% اون در مناطق روستایی ساکنن، دارای ظرفیت ها و پتانسیل های خوب اقتصادی و سرمایه گذاریه. نام استان یزد با فعالیت‌های تولیدی و صنعتی همراهه، چرا که بیشترین تولیدات اونها رو کانی‌های غیرفلزی، منسوجات و مواد غذایی تشکیل میدن. همچنین از این استان به دلیل دارا بودن پتانسیل‌های بالای معدنی به عنوان دومین استان معدنخیز کشور یاد میشه. محدودیت شدید منابع آب از لحاظ کمی و کیفی یکی از عمده‌ترین تنگناها و محدودیت‌هایی که استان یزد با اون دست و پنجه نرم می‌کنه. همچنین نداشتن امکان رقابت بخش خصوصی و بخش دولتی به دلیل بعضی از حمایت‌ها و امکاناتی که در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیره، یکی از چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری در مهم‌ترین بخش اشتغال کشور یعنی صنعت. با توجه بر ضرورت حمایت از ایده‌های نوپا در راستای توسعه پایدار استان، مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان یزد آماده راهنمایی و پاسخگویی به نیاز هموطنان در جهت استفاده از ظرفیت‌های چشمگیر این استان. بزرگترین دارایی یک کسب و کار چیست؟ 1. مشتریان. 2. محل کسب و کار. لطفاً عدد پاسخ خود را به شماره 20341 پیامک کنید. شبتون بخیر باشه. شب آفتابی رو تماشا میکنین. 2,500,000 ریال یا همون 500,000 تومان خودمون جایزه کسانیه که در این نظرسنجی شرکت میکنن. سوال رو من سریع بگم، به نظر شما بزرگترین دارایی یک کسب و کار چیه؟ مشتری، محل کسب و کار. 1. مشتری. 2. محل کسب و کار. 20341. نظر شما راجع به یزد؟ نکته جالبی به شما عرض بکنم آقای جمشیدی، بین عدم برخورداری یا کم برخورداری و نوآوری و خلاقیت یه رابطه مثبت وجود داره. یعنی وقتایی هست ما میگیم کارآفرینی یعنی یه خلق یک چیز با ارزش از هیچ. شما موقعی که یزد تشریف میبرید، کرمان تشریف میبرید، اصفهان تشریف میبرید، منابع به ظاهر بسیار کم هستن، محدودیت آب وجود داره، محدودیت آب و هوایی وجود داره، طوفان وجود داره و ده ها مشکل دیگه، اما شما میبینید در این استانها نرخ بیکاری نسبت به استانهای آبی ما کمتره. لذا میخوام این نکته رو عرض بکنم، کارآفرینی محصول استفاده
بهینه از حداقل منابع موجودی است که ما در اختیار داریم. من پیشنهاد میکنم به سرمایه گذارانی که میخوان توی یز سرمایه گذاری کنن روی دو سه موضوع فکر کنن. یه موضوع اول گردشگری است. خوشبختانه یزد و استانهای شبیه یزد مثل اصفهان، یزد و امثال هم الان به عنوان قطب‌های گردشگری منطقه‌ای شناسایی شدن. بله. و جذابیت‌های بسیار زیادی برای گردشگران بین‌المللی دارن. می‌شود روی این موضوع برنامه‌ریزی کرد و در قالب صنعت گردشگری به استان یزد فکر کرد. نکته دوم روی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان هست که باز خوشبختانه در یزد خیلی خوب شکل گرفتن و به شدت رو به رشد هستن که کسب و کارهای دانش‌بنیان می‌توانن روی این شرکت هایی که در یزد حضور دارن برنامه‌ریزی کنن. و نکته آخر روی موضوع استقامت و پایمردی کارآفرینان جوان یزدی میشود به صورت جدی برنامه‌ریزی کرد. خیلی ممنونم. سریع نکته رو بگم چون میزان انبوهی از سوالات برای ما امشب رسیده به 20341. خب ما بخشیش رو داریم میپرسیم از مشاوران محترم. حتما پاسخ تک تک این سوالات در فضای مجازی توسط استادان عزیز داده خواهد شد. یعنی شما در فضای مجازی به آدرس شب آفتابی، شب دوتا ای آفتابی مراجعه بکنید، میتونید پاسخ سوالتون رو بگیرید. من برم سراغ یکی دیگه از سوالات. خانم دیانا سادات از اهواز گفتن که سلام، من ایده زیاد دارم، آیا میشه با 40 میلیون کسب و کاری راه انداخت و موفق شد؟ بله، پاسخ بله است، اما لازم هست که اون مطالعه روی ایده، اینکه ایده واقعا بتونه تناسب داشته باشه با مهارت‌های سرمایه‌گذار حتما انجام بشه، وگرنه بدون مطالعه شانس موفقیت پایه. نکته بعدی که باید به کارآفرینانی که با این در واقع سرمایه‌ها آغاز می‌کنن اشاره کنیم اینه که نباید انتظار داشته باشن که روز اول به اون پله آخر و قله برسن. این مسیر با 40 میلیون تومان قابل شروع کردنه، گام به گام جلو میره و هر روز میتونه مسیر پیشرفت و تعالی خودش رو طی کنه. بنابراین بله حتما میشود، اما بایستی بین آنچه که داریم و انتظاراتمون تناسب وجود داشته باشه. اگه این تناسب وجود نداشته باشه منجر به همون غر زدن ها و همون ناامیدی های میشه که متاسفانه خیلی زیاد توی جامعه میبینیم. اگه تناسب باشه ان شاءالله که به سمت موفقیت میره. متشکرم. یه بار دیگه سوال مسابقه پیمکی رو میگم. به نظر شما بزرگترین دارایی یک کسب و کار چیه؟ گزینه یک مشتریان، گزینه دو محل کسب و کار. ما عدده رو یادمون رفته تو این تصاویر بذاریم. یک مشتریان، دو کسب و کار. 20341 شماره پیمکی است که شما میتونید نظرتون رو اعلام بکنید. عزیزانی که شرکت میکنن نفری 500 هزار تومان جایزه دریافت میکنن. عزیزانم که هفته قبل شرکت کردن چطور میتونن جایزهشون رو بگیرن یا اصلا بدونن برنده شدن یا نه؟ لطفا در فضای مجازی با آدرس شب آفتابی، شب دوتا ای آفتابی مراجعه بکنن و کنترل بکنن هم موضوعات برنامه، هم پاسخ سوالاتی که ما اینجا نپرسیدیم بعد از برنامه دوستان جواب میدن و هم نسبت به برنده شدنشون. ما خیلی زمان نداریم. اول تشکر میکنم از دو مشاور عزیز و دوست داشتنیمون که با انرژی مثبت تمام آنچه که در ذهن دارن و دانشی که دارن رو منتقل میکنن. خیلی خیلی ممنون و شبتون بخیر باشه. من فقط سریع جمله بهتون بگم که زمانی که همه ایستادن باید کار کرد. وقتی که همه چیز گلستانه موفق شدن خیلی هنر محسوب نمیشه. در این شرایط پرفراز و نشیبه که موفق شدن جنم، شجاعت، اراده و توکل بخواد. اگر خیر و برکتی هست، اگر ثوابی از این انتقال انرژی مثبت و ایجاد انگیزه در بین به خصوص جوانای این مملکت وجود داره، تقدیم میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها و امیدواریم که یار و یاور ما باشند و این اتفاق بزرگ، یک شکوفایی بزرگ برای کشور عزیزمون ایران به وجود بیاد و همه مردم سر حال، خوشحال، با لبی خندون. همه اون زیرساختا و همه مسئولیت ها بایستی سر جاش باشه، اما حرف ما اینه که ما خودمون هم یه وظایفی داریم و خودمون هم میتونیم یک حرکتایی رو انجام بدیم. خداحافظی میکنم با دو کارشناس عزیز و محترم و خداحافظی میکنم با شما مردم نازنین تا هفته آینده یک شنبه حوالی ساعت 12 تا 12 رو بشه. خداحافظ.